سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به کلاب حواشی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم حواشی که بود بین مشکی و اپیکور، کلی وایس و این داستانا رد و بدل شد. میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاده و یک تحلیل ریزی در آخر. قبل از هر چیزی باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردیدم دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، ببینیم که با همین رپ حواشی رو داشته باشیم. خب برای شروع با هم وایسا رو گوش میدیم به ترتیبه و همچنین یک سری عکس ها و متن ها رد و بدل شد که روی وایس ها دارید میبینید، یعنی هر عکسی که رو هر وایسی هست متعلق به اون شخصی که راجبه اون داره. پس به تصویر هم دقت کنید. دستمال من زیر درخت ملتفت گم شده. سواد داری؟ نه نه. بی سوادی؟ آره آره. پس تو کیره من هست؟ نه، کیره من که مشکی نیست، سولتیه، شهرام سیلتی. بابا جمع کنید، انقدر این شغالا رو گنده نکنید. چی میگن اینا؟ ما حداقل 4 تا حرف میزنیم، 11 سال تو این رپ فارسی خدمت داریم، سعی میکنیم دیسم بدیم حداقل فکت باشه از دید خودمون. نه این شغالا دو تا دیس داره تو تیک تاک ترند شده، شونی اومده واسه گنده رپ فارسی لات بازی در میاره. برو کیرم سیکتر گیت چونی سیکی بود. رفقا خوب هستید؟ اومدم راجبه یه سری از حواشی اخیر صحبت کنم. آقا ما یه توییتی زدیم راجبه کاور یه بابایی، یه رپ فارسی گرفته رو ما، که داری بی احترامی میکنی به کل رپ فارسی. این آدمی که شما الان دارید تعصبش رو میکشید و بزرگ میپنداریدش، مگه همونی نبود که بزرگشو تخریب کرد، بزرگشو خراب کرد و یه عالم انگ به طرف چسبوند؟ مگه همین آدم نبود؟ بزرگ باید بزرگیشو حفظ کنه دیگه، غیر از این که نیست. یه بزرگی بزرگیشو حفظ نکنه، خب من کوچیک هیچ وقت نمیام بزرگیشو حفظ کنم. بعد از این گذشته، وقتی بچهای نسل 4 ریختن رو ملتفت، چرا یه بزرگ رپ فارسی نیومد برگرده بگه آقا دارید بی احترامی میکنید، جمع کنید این داستاناتونو؟ چرا اون موقع حمایت میکردن؟ الان که من توییت گذاشتم، حالا توییت گذاشتم، کار خاصی هم که نکردم، توییت گذاشتم، شد بی احترامی به همه. تا بوده ما ریسپکت دادیم به رپ فارسی، به هر کسی که دیدیم قابل احترام. بارها تو لایوامون دیدید، تو کوئسشن باکسامون دیدید، از علی سورنا بگیر تا اون آدمی که کمترین فالوور رو تو رپ فارسی داره، خودتون دیدید دیگه. میام عشق میکنم، عشقی تکستش رو توی چنلم میذارم. اگه غیر از اینه بگید غیر از اینه. من و راسا این خانواده رو، هششین فنا رو، کارمون قوی بوده تا اینجا آوردیم بالا. اگه الانم یه سری دارم فشاری میشن، ان خدا بیشتر بهشون بده، ولی دلیل فشار خوردنشون صرفا سر اینه که ما به یه سری باج ندادیم و نخواهیم داد. امیدوارم که خدا بیشتر بهشون بده و دیگه دنبال این داستانا نباشن، چون ما هم دنبال داستان نیستیم. عزت زیاد. بعد من اینم اضافه کنم، مگه اون تایم میگه بچهای نسل 4 میگرفتن رو رضا پیشرو انوا و اقسام توهینای ناموسی و شخصیتی و به این بنده خدایی که 25 ساله داره به رپ فارسی خدمت میکنه میکردن، چرا یک کدوم این بزرگا نیامد به یکی دارید بی احترامی میکنید به اون شخصیت؟ چرا گرفتید رو مشکی؟ بذار من بهتون میگم. چون مشکی از کف پارکام اومده بالا، چون مشکی تو انباری کار ریکورد کرده اومده بالا، چون با نون کارگری خرج موزیکا و بخش موزیکامونو درآوردیم، چون به هیچ کی باج ندادیم، الان یه سری فشاری شدن دارم میگم مشکی بی احترامی کرده، در صورت که هیچ بی احترامی صورت نگرفته. طرف احترامشو نگه داره، ما هم بهش احترام بذاریم. اگه غیر از اینه، کنش واکنش، زندگی همینه، یه کنشی میکنی یه واکنشی میبینی. یه ذره فکر کنید، یه ذره تفکر کنید. میاید به من میگید که تو خودت از دیس اومدی بالا. آقا این همه تالنت، این همه استعداد اومدن به اون بنده خدا دیس دادن، چرا کار یک کدومشون نترکید؟ چرا هیچ کدومشون اندازه من ایمپرشن نگرفتن؟ یوتیوب رو باز میکنی اسم منه؟ این لطف خدا بوده، لطف خانواده عشاشیم بوده که من رسیدم به این جایگاه. من تا الانش یک قرون به هیچ ریاکشن و رسانه‌ای پول ندادم. مگه یه بچه کارگر چقدر پول در میاره که بخواد فقط 40 میلیون تومان پول یه ریاکشن کار بده؟ اینا رو شما نمیدونید. من بعد اون دیسبکی که گرفتم از کارم بیکار شدم، شما اینا رو نمیبینید. من الان ترددم تو این شهر سخت شده، چون قبل از اینکه فیس منو رو بکنن، من راحت با وسیله امن و نقل عمومی این بر اون بر میرفتم. الان تا پا میذاریم توی خیابون جیغ داد فریاد، یکی میخواد عکس بگیره، یکی میخواد هیت بده، یکی میخواد با تیزی ما رو بزنه. شما اینا رو نمیبینید و ما هم صدامون در نمیاد. چرا؟ چون تو حفاظ امنیتی الهی هستیم. مادامی که اون هوای منو داره، من از هیچ خدایی نمیترسم و واج نمیدم.
ولی شما اینا رو نمیبینید، میایید حرف یه سری آدمی رو نگاه میکنید که میان توریه بازی در میارن، میان یه سری چیزا رو میگن یه سری چیزا رو نمیگن، شما اون یه سری چیزایی که میگن رو میبینید فکر میکنید واقعیته. ما هم اینجا سر اینکه آدم توداری هستیم هی میگیم آقا هیچی نگیم، سکوت کنیم، ساکت بمونیم، هی احترام نگه میداریم، هی لطف میکنیم بهتون که هیچی نمیگیم، فکر میکنید خبریه. یه ذره مراعات کنید، یه ذره با مشی ما وقتی با دل میایم جلو، وقتی کپی رایت هامون رو برمیداریم میگیم آقا نون ببرید خون سر سفره زن و بچه‌تون، وقتی میایم تک تک فنامون رو از اون کوچیک کوچیک تا اون بزرگ بزرگ استوری میکنیم پیش خودمون میگیم با اون بنده خدا یه امیدی تو دلش هستش که آره یا مشکی یا راسا استوری منو ریستوری کنه خوشحال بشه. ما همه رو ریستوری میکنیم دیگه، شما اینجوری نکنید، یه طرفه به قاضی نرید، یه ذره هم این طرف داستانو ببینید. تا بوده ما احترام گذاشتیم معمه تو چنل تلگرامم، من عشق میکنم از هر آرتیستی که فیم هست یا فیم نیست، میام تکستشو گوش میکنم میبینم آقا چقدر خفنه، پستش میکنم توی تلگرامم یا توی توییترم. بی خیال یا ماشی انقدر جدی نگیرید داستان. یارو میگه با پول کارگری و اینا بالام، بعد تو خیابونم میخوام منو با تیر بزنن، اگرم بالام لطف خانواده اشاشی بوده. بچه تو اگه بالایی چون اوایل چت بازیته کمتر سریال نگاه کن هشاشین، فردا یهو دوباره ایسی مثل خورم سلطان وایرال میشه دیگه نمیشه جمعت کرد. مشکی رنگ عشقه بابا، گنگش نکن. دیدی گنگاتون صورتیه شما، اینم نتیجهش. اومدی آشنا رو دیس کردی، ایمپرشن بگیری، دیدی یارو کلی ترکونده، به مادر خدا بیامرزش هم رحم نکردی تو به خاطر ایمپرشن. از خواب بلند شدم و دیدم واقواق جدید کردی برادر، 90% رپ‌ها رو تو دیس کردی، کسی کیرش هم حساب نکرد، اون وقت ما حساب نمیشیم. میگی قدیمی شده، اینقدر تو آدم وقیه هستی؟ یه مثال بزنم واسه جا بیفته، واسه بقیه هم جا بیفته. طرف فرض بر این بگیریم خود چاغاله، مادرش هم بدکاره است، بهش میگن که تو چاغالی مامانت هم بدکاره است، بعد تو جمع میگه که اینا که قدیمی شده یه چیز جدید بگو. خوبی؟ آلمانت خوبه؟ تو اینقدر وقیه شغال؟ اگر ما اینقدر ناچیزیم، اینقدر ما کوچیکیم، چرا اینقدر داری به ما میپردازی آخه؟ پس این چی میگم؟ موضوع اینجاست، خیلی دوست داشتی تو این چند وقته حداقل کری یکی بره تو دهنت، مخصوصا با اون دیسی که به 99% رپ فارسی دادی. از زمان بیفمونم با آشتا خیلی دوست داشتیم ما یک کیری بکنیم تو دهنت. این تحفه درویشو از ما قبول کن، این کیر بره تو دهنت که قشنگ لذت ببری. بعدش هم مارکتینگ خوب بلدی ها، وسط گوخوریات میای یوتیوبت هم تبلیغ میکنی. بچه ها برید این یوتیوب این گداگشنه رو ساب کنید که یه مقدار پول و پله بیاد دستش، مثل که مساف بد زده زیر کنش. بعدش هم انتو کون گیر کرده، این چیزا اصلا به تو نمیرسه، مشکی هیچ وقت با تو درگیر نمیشه، تو اصلا عددی نیستی، تو انقدر جنده اینور اونوری که اصلا هیچ کس تو رو حسابت نمیکنه. گفتم 90% رپ‌ها رو دیس کردی، کسی تخمش هم نبود. سیکتیر کن بابا، سیکتیر کن دیگه، بهت پرداخته نمیشه شباب. الانم اومدی با منم داری ناموسیش میکنی، مثال مادر بدکاره واسه انگ وصل بودن که هیچ مدرکی براش نداری میزنی، چهار تا شات میذارید که فلان کارو کرده، بیسار کارو کرده، فلان رسانه ازش حمایت کرده، من چه که اون رسانه که من اصلا نمیشناسم اومده آهنگ منو زده، صدا سیما آهنگ منو گذاشت، منم گفتم واسه چی جایی که رپ رو به نفع خودتون میبینید ساپورت میکنید ولی به رسمیت نمیشناسیدش؟ من خودم ریدم اون موقع رو همه اینجور رسانه ها، و تو الان اومدی داری چهار تا شات میزنی میگی اپیگور وصله. خب باشه، من سند دارم واسه حرفم، 8 سال حبس دارم، بذار ببینم پرونده برای اون صورتیتون جمع بشه اون موقع اون چیکار میکنه. هیچ کسی که تهران داشتن اذیتش میکردن اونجوری اون همه آهنگ داد به نفع جمهوری اسلامی، تطلو رو اونجوری اذیتش کردن مجبور شد 1000 تا کار بکنه. ببینم این صورتیتون رو بگیرن چیکار میکنه. البته نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ به اینو توضیح بده واسه چی نمیگیرن؟ این وایس طولانی هم گوشتم چون تو هم ناموسیش کردی، اینجا هم ختم کلون دیگه، بقیه چیزا بیرونه مجلس. آها دیسالم کسی جواب نمیده. خب پس اگر ببین بیای با هم دیگه یه نتیجه بگیریم، اگر دیسالو کسی جواب نمیده تو میای همه رو دیس میکنی، پس تو دنبال چی؟ آها آخرات ها، دست و پا بزن، دست و پا بزن که خوب دست و پا میزنی. یکی مثل توماج بیاد یه چیزی بگه اونجا بحث داره، اون میگه من دهنمو گاییدن رفتم تو دلشون، تو چرا نرفتی تو دلشون با کله؟ اونجا بحث داره، اونو ما کاراشو میکنیم، صحبتاشو میکنیم، تو شما چاغالا چی میگین این وسط؟ شما دارین رو زمینی اسکی میرین که ما ساختیم، بچه کونی. حالا سیکتیر تو بزن، این وایس طولانی هم گوشتم ختم کلون باشه چون ناموسیش کردی، بقیه بیرون مجازی.
ما داریم رو زمین اسکی میریم که تو ساختی؟ تو تنها چیزی که ساختی دامبولی بوده. کسخل بده بره بابا بیرون مجازی. یه وقت من حواسم نباشه یه وقت کیر میرم و نخوری بابا. بشش بره بابا بشش بره. تو زمان اوجت فقط زمانیه که اپیکیون بودی، رایگان اپیکیون شدیم. این چی میگم؟ وگرنه واسه کارهای دیگه باید خیلی خرج کنی ها. تو زمانی وایرالی رایگان که اپیکیونی. خب با هم وایسا رو دیدیم و شنیدیم، کلی داستان هست و میخوام من راجع به چند تا موضوع به ترتیب صحبت بکنم. یکی این که احترام متقابله که آقای مشکی راجع به این داستان صحبت میکرد که مگر به بزرگتراشون احترام گذاشتن که ما احترام بذاریم. بحث احترام متقابل زمانی میاد که اون شخص بزرگتر به شما بی احترامی کرده و شما از خودت دفاع میکنی و صحبت میکنی که آقا اصلا چی چه خبر. خب و اینکه یه کسی به یه کسی احترام نذاشته، حالا اینکه جایگاه‌ها متفاوته، حالا بخوایم بریم تو این بحث که جایگاه‌ها چجوریه، کی چه نسلی بوده کی نبوده، رابطه‌ها چجوری بوده و این داستان‌ها. یک مثال خیلی ساده بزنم، عموی شما تو روی بابا بزرگتون وای میسته، شروع می‌کنه بی احترامی کردن، آیا شما اجازه داری بری بزنی زیر گوش عمود؟ خیر. اما زمانی که عموت میاد به شما میگه آی بچه، اونجاست که میگه چی داری میگی، میدونی که داداش درست صحبت کن، عمو جان درست صحبت کن. میدونی فرق اینجاست. و شخصی که رابطه داشته با آرتیست دیگه و اومده راجع به یه سری پشت پرده ها صحبت کرد که حالا اون غلط بوده و ما راجع به اون صحبت کردیم که چرا غلط بوده، به چه دلایلی، که ویدیوهاش هست مال یه سال پیش، میتونید برید ببینید. پس این حرفی هم که آقای مشکی میاد میزنه چرا هر کی به هر کی گیر داده هیچ کی چی نمیگه، که خیلی ها گفتن من جمله خود من، چه داستان سروش چه داستان خیلی های دیگه. اینجا ما یک مسئله داریم که تو رپ فارسی هست خیلی رو مخه، هر کی هر کیو نقد میکنه یا صحبتی داره اینجوریه که تو از کی پول گرفتی، تو طرف کی، این یا همچین داستانی نیست. یعنی یه شخصی که تو توییتر داره توییت میزنه مثلا پول گرفته زد این بزنه، اصلا چه جوریه؟ اوکی شاید یه درصد آدما باشن که از یه سریای دیگه دارن پول میگیرن که اونها رو پوش بکنن و کسایی که زد اونها رو بکوبن، اما اینجوری نیست که اگر یک موجی داره اتفاق میفته همه اینها یک پولی پشتش بوده. یک زمانی هست که شما یک کار درستی انجام میدی، خب معلومه شما اومدی یک جایی رو بسازی و یک تغییراتی ایجاد بکنی و خیلی ها مخالفت ایجاد میکنن، این اوکیه، نشون میده شما داری مسیرتو درست میری، مسیری که همه دارن پاچه خاریتو میکنن درست نیست. اما زمانی که میبینی میزان نقدها و حرفای منفی خیلی داره بیش از حد میشه، در این حد که عصبی میشی و با یک لحن تند و غیر منطقی شروع میکنی سری راجع به این حرف زدن و واکنششون دادن، نشون میده که اوکی باید یک تجدید نظری بکنی. آقای مشکی تو وایساش راجع به 40 میلیون تومان هزینه بر ریاکشن کارها حرف زد. ما یک دوستی داریم که تو ریاکشن کارا 600 دلار میگیره برای ریاکشن، بقیه دوستان مبلغاشون بین 120 تا 200 دلاره برای ریاکشن سفارشی. یک کیس خاص داشتیم که 40 میلیون تومان بوده که پوش بشه و اینا، اون حالا بحثش جداست. ولی خب این رقم ها هم این شکلی که آقای مشکی میگفت که بگم و اینا اینجوری نیست. مسئله بعدی، آقای راسام میاد راجع به این صحبت میکنه که زمانی که یه شخصی مثل ام جی، حالا کاری نداریم دو سال گذشته چقدر اشتباه رفته چقدر نقد بوده اینا رو کاری نداریم، که 20 سال تو این کار به هر حال رفته اومده و یک اسم داره، سهراب ام جی و خیلی باش خاطره دارن، یک مسیری رو ساخته، اینها اسم اینشون رو نمیبره، کلی میگه، میگه اینا میخوان از ایمپرشن اسم ما استفاده کنن. و مسئله اینجاست، اینجا تو زمانی که میای اینو میگی یه چیزی نشون میدی، چیو؟ که پس شما اون زمانی که شروع کردید رو بعضی ها گرفتن به این نکته فکر کردی که اوکی این ایمپرشن داره رو این بگیریم، که یهو از 30K شدید 330K. درسته کارت باحال بود، دمت گرم، خفن بود، ولی با این حرفی که داری میزنی نشون میده که اوکی تو خودت همچین سیاستی رو داشتی. چرا؟ چون معمولا تو ذهن آدما وقتی که میخوان بیان سیاست یکی رو تحلیل کنن، اولین موضوعی که میاد تو ذهنشون سیاستیه که خودشون دارن. پس اینجا یه همچین اتفاقی رو ما میتونیم حدس بزنیم که بوده. پس بنابراین زمانی که شما میای تو توییتر بدون اینکه کسی ازت سوال بکنه که آقا چه خبره اینها، پا میشی میای زیر توییت یه سری از افراد شروع میکنی بی احترامی کردن به کسایی که گندن، خیلی بی دلیل، این کیه؟ اون چی میگه؟ اینکه ایکسچره، اینها نشون میده که دنبال این داستانی، ولی داره برات عکس عمل میکنه. چرا؟ برای اینکه ما این چیزی داریم به اسم احترام به اوجیها. من دیدم بعد از وایس های جناب آقای مشکی خیلی اینجوری بودن که نه بوت نسازید، نه آمریکا اینجوری نیست فلان. معلوم بود که فقط یک وایس مشکی گوش دادن، نهایت یک رسانه دیدن و هیچ اطلاعی ندارن. داستان اوجیها رو شما اگه برید تو آمریکا ببینی اتفاقا خیلی سنگین تر از این حرفاست. در این حد که زمانی که شما به عنوان یک آرتست شروع می‌کنی
احترامی کردن به اوجی ها شروع میکنی به فیت شدن، یعنی فیت شدن شما مسیر شروع میشه، خود مردم بدون اینکه پوشی باشه از سمت رسانه و اینها این کارو انجام میدن. ما حتی کیسایی داشتیم که راجب امینم، که امینم به رپرهای بزرگتر از خودش یکی دو تا چیز گفته بود، اونم در جواب نقدی که کردن خیلی اینجوری بودن چی میگی فلانی لجنده، تو آلبومش خودش امینم میاد میگه منم لجندم. میدونی در کیس امینم همین هست، خیلی از رپرهایی که تو اون زمان ساند کلاد ایریای آمریکا بودن که یهو ویو خوب گرفتن و اینا هوا برشون داشت، تمامو بری چک کنی مسیر فید شدنشون از بی احترامی به اوجیا شروع میشه، که شروع میکردن استوری بذارن و تو آهنگاشون فری استایل بدن و اینا، خیلی بی دلیل این اتفاق میفته. حالا فرق این که احترام به اوجی با بود نسازیم کجاست؟ ببین زمانی که میگیم احترام به اوجی پیشکسوته، باید احترام شو داشته باشی. اوکی اگه اومد حرفی بهت زد، ادعای کرد، باید بیای وایسی دفاع کنی، بگی نه داداش این اگر میخوای دیسی بکنی با فکتی، با حرفی که آقا تو مسیرت اینجای شو بوده، تو میتونی بیای بگی داداش مسیر فلان اوجی غلطه، من مشکل دارم، ولی نمیتونی به یه اوجی بگی تو کجا بودی، تو کی هستی، تو چی کاره ای. شخصی که اومده این مسیر رو ساخته، کمک کرده، بود ساختن حالا کجای داستان میشه و غلطه، اونجایی میشه که طرف هر کاری میکنه و کارهایی که همه جوره غلطه، خیلی ها میان دفاع میکنن. برای مثال همین چند وقت گذشته که شایعاتی بود و حرفایی بود، فکت هایی بود راجع به اینکه این کوینی که جناب آقای سیناب ساخته و آقای پیشرو هم فاوندرش رو داره تبلیغ میکنه و این داستان ها، این کلاهبرداریه و داره پول مردمو میخوره، خیلی ها اینجوری بودن که نوش جونش این غلطه. اوکی آقا کارت غلطه، این غلطه دادش، این غلطه، با احترام دادش، این غلطه. فرقش اینجاست، من اینکه بخوایم یکم از هان عمومی رو اینجوری کنیم که نه تو آمریکا اینجوری نیست، بابا یه سرچه دیگه، مثل قدیم نیست که شما باید کلی کتاب خونده باشی که راجع به مطلبی بتونی حرف بزنی یا اطلاع داشته باشی یا چه میدونم تجربه داشته باشی، سالها نگاه کرده باشی، میری چهار تا سورس درستو سرچ میکنی راجع به اون مسئله، هم متنی میاد هم ویدیویی، میشینی میبینی، میبینی اصلا این موضوع هست یا نیست. انگلیسی هم بلد نیستی، الان میتونی AI اد بکنی روی یوتیوبت، واسه ترجمه میکنه زیرنویس، همونجا میخونی میبینی اصلا چیه، همچین چیزی هست یا نه، عیار اینجوری میشه سنجید. دیگه مثل قدیم نیست. یه مسئله دیگه هم که هست همون داستان توریه که آقای مشکی خیلی روش داره زور میزنه و میگه اینجوری و اینا باعث شدن من سر کار نرم و فلان و اینا. چند تا سوال دارم آقای راستای عزیز، مگر اون زمانی که این داستان وایرال شد قبل از دیس آشنا، من برای شما دایرکت نفرستادم، اسکرین شات نفرستادم که این تو دایرکت من پوره، خیلیا دارن میگن مشکی دانیال تضاده، بیا اینو ریاکشن برو نشون بده. و خود شما مگه به من نگفتی آقای آرمین رابر اینو گذاشته؟ ما بهش گفتیم وردار ور نداشته، که من گفتم میخوای من بهش بگم، گفتی نه داداش این حرف ما رو گوش نمیده، زبون خوب حالیش نیست، میخوایم بریم بالا سرش اینها، درسته؟ و بعد از این داستان اومد، شما اومدین توی آهنگتون گفتین که نه ما اینو زودتر داده بودیم بالا. ببین یعنی اینجا بعد از اون اتفاقی که دیدین اومدین سیاست بچینین و همین طوریه که میگید اومدید گفتید آقا ما اینو دادیم بالا که مچ این بابا رو بگیریم. خب تو این سناریویی که شما چیدین، که کاری ندارم کلاً هم همین بحث طوریه است که خودتون خیلی روش پافشاری دارید، تو این سناریویی که شما چیدین، مگر شما نمیدونستید اگر لو برید قراره که کارتون از دست بدید؟ این کارو کردید که یه بابای بیاد کرشو بگیره، مچ اونو بگیرید، کارتون از دست بدید، که بعد بیاید وایس بدید که بگید من کارم از دست دادم، من پول ندارم دیگه. بعد دادش من چه کاری تو ایران هست که شما میتونی انجام بدی که درآمدش از درآمد چنل یوتیوبی که اوریج ویوش 400 کی حداقل بیشتره؟ خب الان کار نداری، بشین تو خونه کار بکن، آهنگ بده. مگه نمیگی من آرتیست خوبی ام؟ حتما باید دیس بدی یا باید سیاسی باشه، آهنگ بده روی یوتیوب. هیچ کاری هم تو ایران تو اون دسته کارگری و اینها نیست که درآمدی بیشتر از این درآمد با این اوریج ویو داشته باشه، حتی اوریج ویو خیلی پایین تر از این، درآمدش خیلی بیشتر از این حرف هاست. پس این داستانه چیه؟ اگر اومدی اینو خودت گذاشتی طبق این سناریویی که چیدی، دیگه قُر زدنه چیه؟ داری بهای کاری که خودت کردی از دست میدی، که اصلا اینجوری هم نیست، خودت هم میدونی گول زدن مردم دادشم اینجوری درست نیست. یه پرانتز من اینجا با بکنم، دو نوع رویکرد داریم نسبت به آرتیستایی که نوپان و میخوان مسیر خودشونو شکل بدن و این آیندهشون رو مشخص میکنه. یکی اون رویکرد به اصطلاح تازه به دوران رسیده ایه، یعنی طرف نمیدونه چی شده که یهو معروف شده و خیلی هم دنبال نکرده و سری هوا ورش میداره و شروع میکنه به این و اون تیک انداختن و بالا پایین کردن اینها. مثال این دسته رو بخوایم براتون بزنیم، مثل آقای لیل پامپ که اومد سال 2017 یکی از بیشترین استریم ها رو داشت، حتی یکی از پر استریم ترین آهنگای سال رو داد به اسم کوچی گنگ،
و ترکید. این بابا هوا ورش داشت، شروع کرد به اوجیا بی احترامی کردن و تو همین غرور خودش غرق شد و روز به روز ضعیف‌تر شد و وقتی آتیشش خوابید خبری ازش نیست. کسی که 1 میلیارد ویو می‌خورد حداقل 500 میلیون ویو می‌گرفت، الان 2 میلیون به زور میشه. اینو قشنگ شما با آنالیز کردن مارکت میتونی متوجه بشی. و یه دسته آرتیست دیگه داریم که میان آنالیز میکنن مارکتو، میدونن چه جوری باید واکنش نشون بدن، کجا واکنش نشون بدن، کجا حرف بزنن، کجا نزنن. متاسفانه تو مارکت ما جا افتاده بود که آقا حواشی، همه حواشی دوست دارن، پس چه که بد رپ نداره سری به ایسی بگو. اما این هم خودش باز یه خط قرمزی داره. شما نسبت به جایگاه خودت میتونی بیای حرفای رو بزنی، شما میتونی به یه اوجی دیس بدی، یه بار اینو گفتم، اما زمانی که بیای بگی راجع به سیاستهاش و غلطهاش صحبت بکنی، نمیتونی به یک اوجی بگی تو کجا بودی، در حالی که زمانی که اون بود تو کجا بودی. یک فکت واضحه. در آخر مشی عزیزم، همونطور که زمانی که من میام تو دایرکت بهت میگم داداش این کارت باگی داره، سعی کن اینو رفع کن، من همونی که پشت صحنم جلوام، نه داستانی با تو دارم نه هیچی، خودت میدونی دیگه اونجا بوده. حالا اگر میخوای طوری رفتار کنی که فنات جور دیگه متوجه بشن یا بخوان حرفی بزنن، یه نکته آخرم که بگم، یک تناقض خیلی جالب. خیلی از عزیزانی که فن مشکی هستن میان به من میگن نه راجع به مشکی صحبت نکن، تو داری بوت میسازی فلان، در حالی که خودش داره بوت میسازه. آرتیستی که شما دارین راجع بهش حرف میزنی و میگین بوت نساز، این حالا یه چیزی گفته، خودش این همه باگ داره که زمانی که من میگم که این باگ هست، خودت هم میدونی مشکی جان هست. مثل زمانی که من خودم میام تو دایرکت شخص بهت میگم، میگم داشتم اینجا باگی داره، حیف این ایمپرشن و استعدادی که تو داری و جایگاهی که به دست آوردی هست که باگ بدی و این اتفاقا بیفته. شاید فکر کنیم فراموش میکنن مردم، اینجوری نیست. مثال داستان سرطان پوریا پوتک، فراموش نکردن. شما اینو میتونی تا یه جای ادامه بدی بگی اینجوریه، از یه جا به بعد مجبور میشی ایگنور کنی. پس بهتر اینه که هر چی زودتر بیای باگاتو رفع کنی، بیای باگاتو رفع کنی، به جای اینکه تو این مردابی که افتادی هی دست و پا بزنی بگی حقیقت اینه، هی هر روز آدمای بیشتری متوجه بشن که نه حقیقت این نیست، باز بیای بگی نه حقیقت اینه. تو این حالت که اگه میخوای مسیر رو بری، یا باید یه آدم خیلی به فلانم جایید باشی که وقتی این کامنتو میره بالا اصلا جدی نگیری که شما نشون دادی اینجوری نیستی، چون همین الان سری یه وایس دو تا وایس دادی خیلی عصبی و اینو از لحن صدات معلوم بود که نتونستی تحمل بکنی. پس بنابراین اگر به این باگ ها اشاره میکنیم برای اینکه رفعش بکنی، برای اینکه مخاطب آگاه بشه و دو روز دیگه مثل همون بعضی از بوت هایی که ساخته شدن کلی سوتی دادن نمیشه کاری کرد، راجبش حرف که میزنی اتفاقات عجیب غریب میفته، فوش میخوری فلان مهمونه، اون اتفاق نیفته. مثالی که زمان حالا تتلی بود ما خیلی حرف میزدیم، خیلی اونجوری بودن نه فلان مهمون، میدونی این برای اینه، این یک بیلداپیه الان که ما داریم به جون میخریم که فوشا اینا رو میخوریم که مارکت بتونه به اون سمت و سویی که باید بره، وگرنه نه دشمنی با کسیه نه هیچی. و برای مشکی عزیزم آرزو دارم که بتره کنه بره سمت این که درست این کار ببره جلو و این باگا رو نداشته باشه، چون واقعا حیفه. برای اون دسته از آدمایی هم که میگن مگه مشکی حسابه، بله مشکی حسابه. چرا؟ واسه اینکه طرف دیسترک داده 1 میلیون ویو خورده، ریاکشناشو میری میبینی بالا، پس یک عده آدم زیادی دوست دارن این بابا رو، حال میکنن باهاش، با کارش ارضا میشن و این پس عضو بازیه. حالا درسته توی لیگ تازه وارد هاست، نوجوان هاست داره میاد بالا، ولی هست حسابه. اگر نمیتونید حسابش بکنید به نظر من مشکل از خودتونه. و دوباره به اون دسته از فنایی که میگم بوت نسازی، زمانی که داری میگی بوت نسازی نگاه کن که خود داری بوت میسازی یا نه. تو نمیتونی یه آدمو بوت کنی، هر چی میگه درسته ولی کسی اومد سمت این نه، بعد بهش بگی داداش بوت نساز، رفیق تو خودت داری بوت میسازی، چون اگه تحقیق کنی ببینی اصلا اینجوری نیست. خلاصه این از این. آرزوی پیشرفت داریم برای رپ فارسی و همچنین آرتیست های جوونی که میان بتونن کار اونجوری که باید و شاید مثل بعضی از آرتیست های قدیمی اون باگای عجیب غریب ندن که بعدن هم گریبانگیرشون بشه و در ادامه جلوگیری کنه از پیشرفتشون. یه مسیری رو اومدی، مسیر باحالی خوبیه، اما تهش نیست، تازه اولشه. حواست باشه داری چیکار میکنی، سیاست های درست بچین. نه مردم خیلی فراموش کارن، نه مردم خیلی حواسشون پرته، به اصطلاح خیلی شاید میگی نمیفهمن و اینا. نه اینکه هر کی باگا رو میاد میگه یا نقد داره هیترته و مشکل داره باهات و پول گرفته. این از این. خلاصه دمتون گرم است که تا این لحظه این رپ هوشی رو دنبال کردید، امیدوارم لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.